مانی مشروف. مانی مشروف ایرانی الاصل متولد سال 1938 است. او در نوجوانی به آمریکا رفت و سال 1966 تحصیلات خود را در رشته علوم سیاسی در دانشگاه سان فرانسیسکو به پایان رساند. او به دلیل علاقه به کارهای عملی ابتدا صاحب یک استیک فروشی شد، ولی مدتی پس از آن به فکر راه‌اندازی فروشگاه لباس زنانه در سان فرانسیسکو افتاد. سال 1976 او در این فروشگاه دست به خلاقیتی زد که به نظر می‌رسد همین باعث شهرتش شد. مشروف سایزهای جدید از لباسها را متناسب با سلیقه تمامی سنین به تولید کنندگان سفارش داد و همین باعث رونق کسب و کارش شد. مانی مشروف همکنون صاحب بیش از 312 فروشگاه پوشاک و انواع لباس و زیورآلات زنانه است. او موفق شد برند معروف بی بی را تأسیس کند. نام تجاری بی بی از روی جمله فلسفی بودن یا نبودن شکسپیر در نمایشنامه هملت انتخاب شده است. مشروف پس از فارغ التحصیلی هرگز درس و دانشگاه را فراموش نکرد و حدود 10 سال به عنوان یکی از اعضای هیئت علمی کالج سان فرانسیسکو در زمینه مشاوره تجاری فعالیت کرد. سال 2006 مانی مشروف با ثروتی در حدود 1.3 میلیارد دلار در لیست ثروتمندان آمریکا قرار گرفت. تا پایان سال 2017 تمام فروشگاه‌های بی بی در جهت آسان شدن خرید به صورت آنلاین ادامه کار خواهند داد. مشروف فعالیت‌های گسترده‌ای در امور خیریه دارد که بخش مهمی از آن در زمینه آموزش کودکان است. او معتقد است سرمایه به دست آمده را باید در امور بنیادین صرف کرد. او چند سال پیش مبلغ 10 میلیون دلار را به عنوان کمک به دانشگاه سان فرانسیسکو برای رشد و توسعه آموزش هدیه داد که به عنوان بزرگترین کمک مالی به این دانشگاه از زمان تأسیسش محسوب می شود. مشروف در یکی از گفتگوهای مشهورش میگوید: من معتقدم یکی از موثرترین روش‌ها برای ارتقای کیفیت زندگی آینده ارتقای سطح دانش کودکانمان است. او برای تحقق این امر دست به ساخت مجموعه‌های منحصر به فردی از جمله دانشگاه هنرهای نمایشی سان فرانسیسکو و مجموعه ورزشی تفریحی مشروف زده. این مرکز با معماری مایکل مالتزان دستاوردی بی‌نظیر است و با هدف ارائه خدمات آموزشی، تفریحی، سلامتی و برنامه‌های جذاب برای بهبود زندگی دانشجویی و تشویق دانش آموزان برای زندگی فعال و سالم تأسیس شد. مشروف به دلیل فعالیت‌های کارآفرینانه و خیریه‌اش از سوی بنیادها و مؤسسه‌های معتبر جهانی و آمریکا مورد تقدیر قرار گرفته است. او با تفکر ایرانی و تلاش خستگی ناپذیرش موفق شد در فهرست میلیاردرهای جهان قرار گیرد و توانست با الگوهای کسب و کار موفق و اثربخشش بستر کارآفرینی خلاق را فراهم کند و ده‌ها هزار نفر را در این کشور مشغول به کار کند.